زندانی شدن علما. این سخن را باید بیارید، زمانی که یوسف علیه السلام به زندان رفت، گمان میکرد که او مجرم است و سزایش باید زندان باشد، در حالی که برنامه پرخم و پیچی بود که زلیخا علیهش طرح کرده بود تا او راهی زندان شود. حالا این را تشبیه ندهید که ما او را برای پیامبران تشبیه میدهیم، بلکه این آغاز کار هست، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید الا علماء وارث الانبیا، علماء وارثین انبیا علیه السلام هستند. و ما تا زمانی که خون در رگهای ما وجود داره از علمای خود دفاع میکنیم، از علمای خود دفاع کرده ایم و خواهیم کرد، نه اینکه امروز من در فیسبوک بیایم پیام بگذارم که من از علما دفاع میکنم اما با آنها کاری نکرده باشم. نه خیر، هرگز. زمانی که در کنارشان هم بودیم، در کنارشان با هم زحمت کشیدیم و در کنارشان با هم بودیم و صدای خود را بلند کردیم و آلا هم صدای خود را به خاطر علمای حقانی و ربانی خود بلند میسازیم. زمانی که 4 غرب زده از غرب میآید با سر برهنه مدعی می شود که علمای ما اعدام شود، پس من و تو جوان را چه شده که علیه آنها برنامه طرح نمی کنی و افکار مردم را روشن نمی سازی؟ این را بدانید که امروز علما به زندان می رود و من و تو راحت در جای خود نشسته هستیم. با نقل از عالمی که می گفت با والله روزی می آید که این حکومت بر تو هم رحم نخواهد کرد. امروز آن قدر وحشت و دهشت در این کشور اسلامی هست که خودم مسلمان، توی مسلمان، 99% مردم کشورم مسلمان، اما نمیتوانند که دین خود را آزادانه تبلیغ کنند. چقدر غرب بالای ما کار کرده، چقدر ایمان ما ضعیف شده که در کشوری که 99% مردمش مسلمان هست، ما تو نمیتونیم دین خود را پخش بسازیم، چه بادا که ما بتونیم در کشورهای غیر اسلامی بتونیم دین را پخش و نشر بکنیم. پس معلوم میشد که آنقدر ایمان من و تو ضعیف است که به خاطر زندانی شدن میترسیم و صدای خود را بلند نمیکنیم. ما را چه شده؟ آنقدر ایمان من ضعیف شده که ما نمیتونیم از علمای خود دفاع بکنیم. حداقل در دست هر آن چیزی که داریم، همین فیسبوک که داریم، دفاع بکن. اونها میآیند با یک لشکر علیه علما تظاهرات میکنن و علما را میخوان که راهی زندان شوند. آنقدر ایمان من و تو ضعیف است که علیه علما کار نمیکنیم؟ حداقل 10-20-50 تا را جمع کرده نمیتونیم که علیه اینها استاده شیم و مبارزه را شروع بکنیم؟ این چه روزگاری هست؟ پس از این معلوم میشود که بیاین های سلفی، های حنفی، های حنبلی، های شافی، های مالکی، بیاین که از این همه موضوعات دست بکشیم، من حیث برادر در کنار خود استاده شویم و برنامه ای را بسازیم تا باشد که رستگار دنیا و آخرت شویم. چرا امروز ما خار شده ایم؟ سلفی در کنار حنفی، حنفی در کنار حنبلی، همه ما یک امت هستیم، یک امت هستیم با والله بالله ثم الله که به دور قرآن جمع نشیم، قرآن را دستوراتش را عملی نکنیم، با والله که رستگار نمیشیم. الله سبحانه و تعالی در قرآن چیزی با میفرمد و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ای بندگان، ای انسان ها، بر اسمان الله چنگ بزنید، بر اسمان الله چنگ بزنید تا رستگار شوید، متفرق نشین، از هم جدا نشین. شما مانند یک زنجیر هستین که اگر یک دندانش شکست همه اش از بین می رود. ای جوانان، بیاین که علی این همه غرب زده ها، اقلا اگر نمیتونین در رسانه عمل باشی، در صفحه مجازیت از علمای حقانی و ربانی خود دفاع بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.